دوستان و همراهان عزیز کانال فارسی مدیا، سلام، وقتتون بخیر. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با بیماری هایی که باعث اون بوی بد دهان شما صحبت کنیم. بیماری هایی که باعث بوی بد دهان میشن. وقتی بوی بد دهان مزمن و همیشگی میشه، بدون شک پای مشکلی هاد در میانه و ممکنه نشون دهنده یک بیماری نهفته باشه. بیماری که شما تا به حال متوجه اون نشدید. همه از بوی بد دهان گریزانن، اما این مشکلیه که وجود داره و ممکنه در یک برهه زمانی گریبانگیر هر یک از ما بشه. معمولا بعد از بیدار شدن از خواب و یا به ویژه بعد از خوردن غذاهای سیردار، بوی بد دهان به سراغ شما میاد. اغلب اوقات حتی شستشوی دهان و یا مکیدن آب نبات نعنایی هم افاقه نمی کنه. وقتی بوی بد دهان مزمن و همیشگی میشه، بدون شک پای مسئله هاد در میانه و احتمالا نشون دهنده پوسیدگی دندون های شما باشه. نفس بدبو ممکنه نشون دهنده یک بیماری نهفته باشه. بیماری که شما تا به حال متوجه اون نشدید. در ادامه به چند نوع بیماری که موجب بوی بد دهان میشه اشاره میکنیم. پس همراه فارسی مدیا در یوتیوب باشید. مورد اول، عفونت مجاری تنفسی. اگه احیانا ویروس سرماخوردگی وارد بدن شما شده، دقت کنید که عدم معالجه صحیح این بیماری به مرور زمان منجر به شکل گیری برونشیت و سینوزیت میشه. اگه بافت‌های سینوسی، ششها و گلو متورم و عفونی بشن، امکان تجمع و تکثیر رو برای باکتری ها و مخاطهای بودار فراهم میسازن و در نتیجه منجر به بوی بد دهان میشن. دیابت. مطالعات دانشمندان نشون میده که میان عدم تعادل قند خون و بوی بد مزمن دهان ارتباط مستقیمی وجود داره. وقتی نفس فردی بوی اسیدی و بوی شبیه به میوه میده، پزشکان تشخیص بیماری اسیدوکتوز یا افزایش شدید قند رو میدن. این بیماری در میان افراد دیابتی بسیار شایع است. اگه نفس شما بوی ماهی میده در حالی که اصلا ماهی میل نکردید، این احتمال وجود داره که دچار مشکلات کلیوی شده باشید. وقتی سطح انسولین خون نامتناسب و نامتعادل میشه، بدن ناگهان کتونهای اسیدی دفع میکنه. عدم معالجه صحیح اسیدوکتوز ممکنه منجر به کمای دیابتی بشه و حتی مرگ رو در پی داشته باشه. چاقی مفرط. تحقیقات پزشکی نشون میده که میان بوی بد دهان و فرایند چاقی رابطه‌ای مستقیم وجود داره، چون معمولاً در چاقی مفرط پای رژیم‌هایی که حاوی پروتئین و مواد لبنی بالایی هستند در میانه و این مواد هم غلظت‌های اسیدهای آمینه رو به بالاترین حد خودش میرسونه و در نتیجه باکتری‌های بدبو در دهان افزایش پیدا می‌کنن. مصرف الکل. مصرف الکل بدن رو با کم آبی مواجه میکنه. به همین دلیل معمولا روز بعد از مصرف سردرد شدیدی به سراغ فرد میاد. در حقیقت الکل مثل یک ماده ادرارآور عمل میکنه و آب بدن رو خارج میکنه و در نتیجه دهان به شکل ناراحت کننده خشک و بدبو میشه. رفلاکس معده. مشکلات گوارشی و بیماری های معده معمولا باعث بدبوی دهان میشن. در حقیقت مجموعی از مشکلات از جمله رفلاکس معده و رفلاکس دستگاه گوارش امکان گوارش صحیح و کارآمد غذاها رو از بین میبرن. در نتیجه مواد غذایی در معده باقی میمونه و در همونجا تجزیه میشه. در نهایت فرد یا دچار سوء هاضمه میشه یا غذای بلعیده شده رو بالا میاره و یا به بوی بد دهان دچار میشه. زخم معده. یکی از بیماری‌های گوارشی دردناک زخم معده است که باعث بوی بد دهان میشه. محققان پزشکی معتقدند همون باکتری‌هایی که منجر به پیشرفت زخم‌های معده میشه، بوی بد و مزمن دهان رو هم به همراه داره. بیماری کلیوی. اگه نفس شما بوی ماهی میده در حالی که اصلا ماهی میل نکردید، این احتمال وجود داره که دچار مشکلات کلیوی شده باشید. در حقیقت کلیه ها ترکیبات شیمیایی و سمی بدن رو کنترل و تصفیه می کنن و بصورات ادرار رو از بدن خارج می کنن. هنگامی که این از آسیب می بینن، کارایی خودشون رو در دفع مواد مذکور از دست می دن و در نتیجه ممکنه بوی بد ماهی و یا آمونیاک از نفس فرد متساعد بشه. تمامی این نشونه ها بیانگر نارسایی یا بیماری کلیویه.
سرطان ریه. بوی بد دهان یا همون نفس بدبو به آسیب شناسان کمک میکنه تا سرطان ریه رو سریعتر تشخیص بدن. در حقیقت در تشخیص سرطان ریه، نفس بدبو راهکاریه که میتونه جایگزین تکه برداری های پرهزینه و نیز سونوگرافی های متعدد بشه. پزشک دهان مریض رو به کمک یک اسکنر معاینه میکنه و با استفاده از یک بینی الکترونیکی از پیش تعبیه شده مراحل رو بررسی و ادامه میده. این وسیله ترکیبات ارگانیک فرار و قابل تبخیر موجود در نفس بیمار رو تشخیص میده. آپنه خواب یا قطع موقتی تنفس در خواب. همه ما در بوی بد صبحگاهی دهانمون مقصر هستیم. اگه شما با دهان باز میخوابید، تولید بزرگ یا آب دهان متوقف میشه و همین قضیه منجر به تولید باکتری ها و نفس بسیار بد بوی دهان خواهد شد. به همین دلیل وقتی دچار آپنه خواب میشید، از طریق دهان نفس میکشید و ناخودآگاه موجبات بوی بد دهانتون رو فراهم میسازید. بیماری های قلبی عروقی. آیا تا به حال این نکته رو میدونستید که معاینه ساده نفس یک فرد میتونه راهی برای تشخیص بیماری قلبی وی باشه؟ به نظر میرسه نمونه برداری از نفس افراد میتونه بیماری های قلبی عروقی بسیاری رو مشخص بسازه. از میونه این بیماری ها میشه به نارسایی قلبی اشاره کرد. بیماری دندان و بوی بد دهان. 90% از تنفس های بدبو از شکستن پروتئین ها در دهان شما تولید میشه. تنفس بدبوی ناشی از مشکلات دهانی معمولا بوی تخم مرغ گندیده میده. این امر ناشی از شکست بافت ها در جلوی زبان یا لثه است و این نشونه ای از ضعف بهداشت دهانه. به ندرت تنفس بدبوی دهان میتونه بوی مدفوع بده. این به دلیل عدم تعادل در دهان و یا از تفکیک پروتئین بر روی بافت و یا زبانه. اگه نفس بدبو دارید، اولین قدم شما یک تست دندانپزشکی و بهداشت دهان خوبه. با این حال، بوی بد تنفس میتونه در مورد مشکلات در جای دیگه‌ای در بدن شما به شما بگه. غدد لوزه و یا ورم لوزه. گاهی باکتری‌ها، بقایای غذاها، سلول‌های مرده، خلط و دیگر مواد ممکنه در لوزه به دام بیفتن. این مواد میتونن موجب استحکام شن و باعث ورمش هم بشن و این اتفاق اغلب در افرادی رخ میده که از التهاب مزمن لوزه رنج میبرن. تنفس بدبو که همراه با عفونت لوزه همراهه، شاخص اصلی تورم لوزه است. بیمارانی که مشکلات بینی دارن، اغلب سرفه و لوزه‌های سفید و نفس بدبو و خلط گلو دارن. همه اینها نشونه مشکل بینی هستن و باعث تنفس بدبو میشن. غدد لوزه حاوی ترکیبات حاوی گوگرد، مخاط و باکتری هاست. حضور این ترکیبات بدبو شواهدی عینی برای تنفس بدبوه. دوستان و همراهان عزیز فارسی مدیا، ممنونم که تا آخر این ویدیو ما رو همراهی کردید. لطفاً این ویدیو رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.